سوال 169. در آزمایش یانگ فاصله نوار روشن سوم بالای نوار روشن مرکزی از نوار تاریک سوم پایین نوار روشن مرکزی چند برابر پهنای هر نوار است؟ ببین بچه‌ها، بهترین حل که میتونیم برای این مسئله مطرح کنیم اینه که بیایم یه شکل ساده برای خودمون بکشیم، حداقل ببینیم چه اتفاقی داره میفته. نگاه کن، شما یه نوار دارید که بهش میگی نوار مرکزی. نوار مرکزی اولا همیشه روشنه و شمارش هم صفره، پس این شد نوار مرکزی. حالا یه نوار روشن دارید در قسمت بالا، N1 اسمشو بذارید مساویس با 3. یه نوار تاریک دارید پایین نوار مرکزی که اگر M اسمش رو بذاریم اونم برابر با 3 هست، اسمش بذاریم مثلا M2. خود سوال داره میگه فاصله ای که این دوتا نوار دارن چند برابر پهنای نوار هست. خب من چجوری حسابش کنم؟ اولا ما قرارداد کرده بودیم از وسط تا وسط باید بگیریم، پس این فاصله رو من میخوام حساب کنم. خب این فاصله وسط نوار تا نوار مرکزی میشه x1، فاصله نوار روشن هست. اینم از وسط تا نوار مرکزی رو اسمش میذارم x2. خب طبیعیه که x یعنی مجهول من برابر x1 به علاوه x2. خب شما بگید x1 چیه؟ فاصله نوار روشن سوم تا نوار مرکزی. خب فرمولش چی هست؟ n لاندا دی بر روی a. بسیار خوب، پس من می‌نویسم x مساویس با n مون که 3 هست لاندا دی بر روی a، به علاوه x2 مون نوار تاریکه، خب میشه 2 ضرب در 3 منهای 1 لاندا دی بر روی 2. ببینید بچه ها، اگر من بخوام بر حسب پهنای نوار بنویسم، این عبارتی که من دورش خط کشیدم این رو اسمشو بذارم دبلیو، میشه پهنای نوار. اما این یکی با اون فرق میکنه، میام یه کاری میکنم، میگم این 3 رو ضرب در 2 میکنم، مخرجش رو هم به 2 تقسیم میکنم. خب حاصل چی میشه؟ این الان شد پهنای نوار، علاوه اون یکی هم که 2 3 تا 6 تا منهای 1 میشه 5 تا لاندا دی بر روی 2a، این هم میشه پهنای نوار. خب دو تا پهنای نوار اینجا هر دور میتونیم فاکتور بگیریم، اصلا دبلیو بنویسیم. بنویسیم x مساویس با 3 دو تا میشه 6 تا، 6 تا دبلیو، علاوه اینم 5 تا دبلیو. خب جمعاً برابر میشه با 11 تا دبلیو. دبلیو هم پهنای نوار گرفتیم. حالا بعضی از کتابا آیم میگیرن یا هر چیزی که دوست داشتی، اصلا مهم نیست. اون چیزی اهمیت داره اینه که بدونیم پهنای نوار از چه رابطه‌ای به دست میاد، لاندا دی بر روی 2a، و به نظر میاد گزینه شماره 3 جواب سوال باشه.